صحبت امروزمون رو باز جواب به یه سوالی شروع میکنم. پرسیدن زیبا نظرت درباره دختران این انقلاب چیه و شاپرک هم که دوست تو دستگیر شده چه حالی داری، چه احساسی داری؟ اولا نظر من در رابطه با دختران انقلاب، خب کلا که من بنیادی با حجاب مخالف هستم و معتقدم که باید اصلا آزادی پوشش برای همه باشه. جامعه ما باید به جایی برسه که اصلا برای همچین چیزی مبارزه ای نشه که دختران انقلابی هم در این رابطه وارد یه حرکتی بکنم، ولی دخترانی هم که اومدن یه همچین کار رو میکنن کاملا در یک جامعه ای که یک مقدار به انسانها ارزش قائل بشه، اینه که اون اعتراض هر کسی آزاده، هر کسی حق اعتراض داره، حق اعتصاب داره، حق کار نکردن داره، حق به نوعی اعتصاب اینها در یک جامعه‌ای که پیشرفته باشه و حکومتش به مردمش فکر بکنه این مسائل طبیعی هستن، جزء حقوق اولیه اون انسان هاست. متاسفم برای حکومتی که در ایران هست و رژیمی که ما داریم که واقعا از اینها به دوره. اما در رابطه با شاپرک، که شاپرک جزء دختران انقلاب که بعد بر علیه حجاب مبارزه کرده بود، خودش میدونست که دستگیر میشه. حتی در این رابطه با من یه مشاوره میکنه، از من میپرسه که زیبا من اگر دستگیر شدم چون تو زندان بودی به نظر تو چجوری برخورد کنم؟ که من طبق معمول بهش گفتم که همیشه در هر جایی در هر عرصه‌ای صداقت قوی ترین و برنده ترین سلاحه. با کسی مبارزه نکن. تو حجاب رو برداشتی و بر علیه این مسئله مبارزه کردی، حالا بر علیه قوانین جمهوری اسلامی، حالا این حکومت اسلامی هم که باشه، خب به هر حال میگه من این کارو کردم. هر کسی خربوزه میخوره پای لغزش هم میشینه. حتی وقتی شاپرک گفته بود که من خیلی دوست دارم برم ببینم اونجا تو زندان چه خبره، میخواست بره بدونه دستگیرم شده. اون قدری که یه سری کسا که مثلا ممکنه آه و ناله بکنن، شاید خودش اینجوری نباشه. چرا؟ چون که من نوعیم که خودم بر علیه این رژیم حرکت کرده بودم، مبارزه کرده بودم، خب انتظارشو داشتم. همیشه اون کسایی که منتظر نیستن، فرض کنی یه نفری اصلا نمیدونه ناخودآگاه دستگیر میشه، اون خیلی واقعا براش خیلی سنگین تره تا کسی که انتظار یه جریان رو داره. اون آدمایی هم که تو زندان هستن، یعنی افرادی هستن که از همین جامعه ما هستن، باشون سعی نکن که مبارزه بکنی و مثلا بخوای بگی آی تو فلان است، من این کارو کردم دیگه. نه بخوا که خودتو اثبات بکنی، نه بخوا که با اونا مبارزه کنی، نه بخوا که دروغ بگی. یعنی یه تریکای این چیزایی که خواستم به شما بگم که یه سری کسایی که هی میان میخوان مرثیه خوانی بکنن، انرژیای منفیه. این تو جوامع غربی هم وجود داره یه همچین چیزی، که مثلا فرض کنید که یه اتفاقی میفته، میان یه سری مثلا اینجا یه روزنامه هست که یکی از معروفترین روزنامه هست، ولی سطحی ترین روزنامه هست، یه اخبارو ایجاد میکنه که مردم هم که یا منتظرن یکی بمیره یکی گرفته بشه، آی اوی آی او، که مثلا یه چیزای هیجانی رو ایجاد بکنن، پیازداغش هم زیاد بکنن که اینجا اون شد فلان شد. دوستای آلمانی به من میگفتن که این روزنامه رو که بچلونی از توش خون میاد بیرون، خون چکیده میشه. واسه همین همیشه به منم اون ابتدا به من گفته بودن زیبا سراغ این روزنامه نری، حتی بعد اینکه آلمانی بخوای یاد بگیری از این روزنامه یاد نگیری. به هر حال در رابطه با جریان شاپرک یه کار رو کرده، رفته توی زندان، حالا وکیلم داره، وکیلش هم داره یه اقداماتی میکنه. کسایی که میتونن کار رو انجام بدن دارن انجام میدن. ولی یه چیزم بهتون بگم که من خودم چون یک من البته الان سیاسی نیستم، تو کارهای سیاسی وارد نمیشم، ولی یادمه که من خودم چون زندان که بودم میمدن میگفتن که
بیا یه مقدار اینو بگو اونو بگو، حالا که تو زد جمهوری اسلامی رو که میدونی که یه مثلا یک رژیم فلانی، گفتم بابا اون چیزی که اتفاق افتاده رو بگیم، نه یا این که مثلا چون حالا من از این با این آدم مخالف هستم یا با این جریان مخالف هستم این مسئله رو پیازاشو بیش از اندازه زیاد کنم که مثلا یه جو رو هم بدترش کنم. این از این. من یه دوست پسری دارم، بهش وابستگی مالی دارم، نمیتونم ترکش کنم. از طرفی تازگی ها یه پسری رو باش آشنا شدم که اونو خیلی خوشم میاد ازش، اونو دوستش دارم، میترسم که این دو نفر بفهمن چی کار کنم. این خانمی که این سوالو کرده، من یه چیز رو بهش میگم. آیا حالتی که برای تو پیش اومده، اگر دوست پسرتو براش پیش میمد، خودت به چه جوابی میدادی؟ قطعا میگفتی که اگه کس دیگر رو دوست داری باید بگی. ببین اون چیزی که بر خودت میپسندی بر دیگرانم نپسند. از من انتظار نداشته باش که بیام به تو یه چیز رو یاد بدم بگم آره با اینم باش با اونم باش، از اون از نظر مالی استفاده کن، از این از نظر جنسی استفاده کن، از نظر عاطفی استفاده کن. البته میشه یه همچین چیزی باشه که شاید یکی اصلا بخواد از نظر مالی تو رو ساپورتت کنه، بگه که تو با من باش ولی صادق باش. نه تو هم از آخر بخوری و هم از توبره بخوری، هم خدا رو بخوای هم خرما رو بخوای، ممکنه امروز بتونی این کار بکنی که مثلا از اینم از نظر مالی استفاده کنی، از اونم از نظر احساسی، ولی بالاخره این مسئله یه جور یه روزی خودش رو نشون میده. واسه همین خیلی راحت برو به دوستت بگو من به یه همچین پسری علاقه من شدم، به اون یکی هم همینو بگو. این مسئله یه که باید حل بشه، حتما حتما. خودت هم یکی از کسایی هستی که دم از صداقت میزنی و بعدم میگی بابا همه باید برای من صادق باشن. میخوایی که صادق باشیم؟ خب خودت هم صادق باش دیگه. نه دیگران برای تو صادق باشن. دوست پسرت ناراحتی که مثلا فرض کن با یه دختر باشه ولی خودت صادق نباشی؟ من معذورم از این که به تو یه راه حل رو بهت بگم که تو با دروغ بری جلو. باید بری با هر دوتاشون صحبت بکنی تا چه بسا احتمال این مسئله هم هست که وقتی که تو صادقانه بری جلو این دوتا بخوان که تو رو داشته باشن. اتفاقا یکی دیگه از سوالا اینه که من با دو نفر صادق بودم، اونها از صداقت من سوء استفاده کردن، چگونه خودمون رو در برابر این که سوء استفاده نکنن قوی کنیم. من یک استوری دارم که اخیراً گذاشتم که گفتم که شما قبل از اینکه دنبال افراد صادق باشید، این صداقت رو اول در درون خودتون دنبالش باشید. منی که سالها دارم تراپی میشم و دارم تراپی میکنم که هر روان درمان باید ابتدا خودشم تراپی بشه، خودشم روان درمانی بشه، من این چنین ادعایی رو نمیتونم بکنم که من یه آدم صادقیم. برای اینکه صداقت و اینکه انسان همه جا بتونه خودش باشه و خود واقعیش رو نشون بده یه کاریه که با گفتن این مسائل این طرف ناراحت بشه یا مسائلی پیش بیاد، ولی این بینش خودتون رو که عمیق‌تر بکنید بعد میگه خب ممکنه الان این پیش بیاد ولی در دراز مدت به مرور من برنده هستم. ممکنه شما الان به یکی بگید که من از این هدیه خوشم نیومد که به من دادی، بگه ای چقدر پرروه. این فرد ممکنه ولی اول شوکه بشه ولی بعد یه دفعه میگه نگاه کن چقدر راحت به من هدیه منو پس داد، برگشت گفت نمیخوام. روی تو یه حساب دیگه ای رو باز میکنه. وقتی انسان فقط همین جلوی چشمش رو نبینه، یه مقدار وسیع‌تر نگاه بکنه به مسائل، تو روابطش هم یک سرمایه گذاری دراز مدت میکنه، نه کوتاه مدت. واسه همینه که شما میخواین که صداقت رو میگید که من دنبال آدمای صادق هستم، اول صداقت رو از خودتون شروع کنید. دروغ مصلحتی هم دروغه، دروغ مصلحتی هم دروغه. شما اینجا میای دروغ میگی مامانم ناراحت نشه، اونجا میای دروغ میگی میگه بچه است. آخه بذار بگم که مثلا به بچه یه دروغ میگی، به مادر یه دروغ میگی، به مادر بزرگ یه دروغ میگی، به پلیس یه دروغ میگی،
به اون یکی یه دروغ میگه، همه جا دروغ دروغ دروغ، اسمش هم میذاری دروغ مصلحتی، بعدا دنبال آدم صادق میگردی. خب عزیز من، هرچه بکاری همونو درو میکنی دیگه، هرچه بکاری همونو درو میکنی. یک روز امتحان کنی. من نمیگم تو اون روز دروغ نگی، چون کار خیلی بزرگیه. سعی کنید از 10 تا دروغی که میگید که وقت خودتون متوجهش میشید، بگید که من از این 10 تا دروغ رو میکنم 9 تا. وقتی این کار میکنید، یواش یواش که خودت صادق میشی، با همین حالت که میری، بعد یه دفعه میبینی که طرف مقابلت نمیتونه غیر با تو صادق نباشه، چون میبینه که از ابتدا تو بنایی که میذاری این چنینیه. سوء استفاده چیه؟ من رفتم مثلا بهش گفتم من پول دارم، اومده از من پولم رو گرفته. بله من پول دارم، ولی نمیخوام بدم. نه اینکه باز یه دروغ دیگه، آقا ناراحت نشه. بعد میام میگم من لازم دارم. بابا من لازم ندارم، ولی نمیخوام بدم. من نمیخوام این کارو بکنم. مهمانی نمیای؟ نه حوصله‌شو ندارم، نمیخوام بیام، خوشم نمیاد. ببینید اینقدر در زوایای مختلف شماها دروغ میگید. یه دفعه به طرف میگم تو چرا دروغ میگی، در حالی که خودمونم همونیم. پس دنبال آدم صادق نگرد. اینو به شما بگم، من دنبال آدم صادق نمیگردم. میگم که من اگر خیلی زرنگ باشم، خیلی قوی باشم، اول خودم رو صادق میکنم. که اتفاقا یک کلیپ هم دارم در رابطه با دروغ و تراپی اون، و بعد سعی میکنم که این مسئله رو کمتر بکنم. بعد یه دفعه میبینم فیدبکش هم چقدر جالبه. و از اون برم کسی که میخواد بیاد از من سوء استفاده کنه، یا مثلا فرض کنه یه حرفی رو زدم از من سوء استفاده کنه، مسئله فقط صداقت کافی نیست. شما باید قدرت برخورد در همزیستی رو یاد بگیرید، نگفتن رو یاد بگیرید، give and take، یعنی داد و در مقابل یه چیزی. اتفاقا پریروز بود که یه آقای اومده بود میگفتش که پسر من از من داره سوء استفاده میکنه، فکر میکنم من معتاد شده. گفتم خب شما پول میدی، خب پول معتاد اعتیاد از کجا میاره؟ گفت آخه پسر دوران بلوغ فلانه، نمیدونم شاید یه سری روانشناسا گفتن این دو قطبیه، نمیدونم چی. گفتم دو قطبی نباشه، 100 قطبی باشه، پولشو از کجا میاره؟ اینجا یه معلولم که هست، شما یک بچه کوچیکم که هست در مقابل اون چیزی که شما اگر همش بدی 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 و ازش این سیستم تیکون گیون تیک، یعنی اون چیزی که من این کاری که میکنم تو در مقابلش چیکار میکنی برای من. خب با این سیستم شما برید جلو. خب اون پسره، من براش میرم خودمو 100 تا فداکاری، بعد میخوام بزنم تو سرش که من چون فداکاری کردم تو هم این کارو بکن. یکی از این بچه ها خیلی بامزه اومد گفت زیبا، یک هفته رفتم خونه یکی، خونهشو رنگ کردم فلان کردم فلان، فکر کردم آخر سر با من سکس میکنه، نکردم. گفتم معلومه تو فکر کردی، رفت یک هفته جون کندی اونجا که بعد مثلا زنه با تو ارتباط برقرار کنه. خب گفتم منم باشم از تو استفاده میکنه. از اول مشخص کن، بگو من اگه این رنگو میخوام خونه رو انجام بدم برای چی؟ نه تو تصور خودت یه سینمایی برای خودت داری، اونجا هم کارگردانی میکنی، اینجوری میسازی فلان فلان فلان، همین کارا رو انجام میدی، بعدش میخوای بیای انتظار داری. خب دیگه بابا اون فردم خودش سینما داره دیگه برای مغز خودش. برای همین فقط صداقت کافی نیست، شما باید یاد بگیرید در رابطه با این که با هر فردی قدم به قدم برید جلو. سنگ بزرگ بر ندارید، قدم به قدم. این من این کارو میکنم تو این کارو میکنی، من این کارو میکنم تو این کارو میکنی. نه از هم دیگه بدهکار میشید، نه طلبکار میشید. امروز دیروز بود. یه قرارداد برای تمام عمر میبندی، خودت هم میخوای بیای فدا کنی، خب از داودش بر نمیای دیگه. بعدم میگه از من سوء استفاده کرد. منم باشم از شما سوء استفاده میکنم. زیبا چرا من خیلی سریع وابسته میشم؟ چیکار کنم که این امر صورت نگیره و قوی باشم در روابط؟ ببین من سریع وابسته میشم، وابستگی در نفس خودش بد نیست. ما به همه چی وابسته هستیم. من به این آب
حالا یه آبم بخورم. به این آب وابستم، به این هوا وابستم، به این عینک وابستم، به این همه چی بود. به شما هم وابستم، به لباسم، همه چیزم هم وابسته هستم. اما ببین اون چرا ما دلتنگ میشیم، چرا ما اذیت میشیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه من یک انتظاری رو از یک رابطه دارم، من چون نمیتونم این انتظار رو از اون فرد بگیرم و اون فردم در واقع نمیتونم انتظار منو برآورده بکنه، اون چیزایی که کمبودایی که دارم از یه نفر میخوام، خب نمیتونه دیگه. بعد میره بیرون، دلم تنگ شد، کجایی، چیکار کرد؟ خب شما اگر کارتون، روابطتون وسیع تر بشه، چرا به دل من تنگ نمیشه؟ من سال هاست دلم برای کسی تنگ نمیشه. اصلا دلم تنگ نمیشه، نه برای کسی، برای چیزی هم دلم تنگ نمیشه. مثلا بگم وای خیلی وقت قرمه سبزی نخوردم، وای دارم اصلا بس قرمه سبزی فلان. نه بابا قرمه سبزی نیست، اون یکی که هست، صد تا غذای دیگه هست، صد تا غذای آلمانی هست، صد تا غذای نمیدونم کشورهای مختلف هست. اون نون نیست، وای نمیدونم نون پنیر لیقوان تبریز، بس پنیر نیست، اون یکی ده تا پنیر فرانسوی هست. من دارم اینو میخوام بگم، ما چرا مثلا فر یکی مونده در اون ور دنیا، موندیم اینجا، ما نشستیم برای خودمون لیلی مجنون میکنیم، میگیم کجایی، اگه تو اینجا بودی، وای اگر 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 اگر، داستان سرایی، مرسی خانی، بازم این داستان های لیلی و مجنون بازی هایی که من در عشق تو، من برای تو فلا. اصلا مثلا این نیست، این دوستم نیست، دوست دیگه است، صدها نفر دیگه است. یه زمان شما دیگه بدتر از اون موقعی نیستید که من یه زمانی هیچ که منو قبول نداشت. توی هامبورگ میگفتن که کثیف‌ترین زن دنیا زیبا، و خانواده خودم هم که منو مریض میدیدن. اون زمانم یه شرایطیه که آدم ممکنه وابسته، اینو دارم به اون خانم میگم، به سیگار بشه، به مشروب بشه، به انواع مواد مخدر بشه. اون موقع من چی گفتم به خودم؟ این یاد خیلی حرف قشنگی، عاشق خودم هستم که این حرف رو اون موقع به خودم زدم. واقعا تو اون شرایط سخت 18 سال پیش بود، با خودم گفتم زیبا آدم ها نیستن، گفتم حیوان ها که هستن، گیاهان که هستن، طبیعت که هست، خاک که هست. بلند شدم رفتم کشاورزی کردم، انقدر بیل زدم، انقدر کلنگ زدم، انقدر کاهو کاشتم، سیب زمینی کاشتم، مجانی. یه زمین بزرگی بود اونور، آهو، قرقاول، این زمین رو من اونجا، این هم برای خودش کشاورزی میکرد، بعدم میرفت، من میموندم با این بی چیزایی که خس و چیزایی علف های هرزا میکندم، توت فرنگی میچیدم، جعفری فلان، لذت بردم. اینجا یاد گرفته بودم زندگی ادامه داره. من تو اون زمان بود که تونستم گلکاری، کتابای گلکاری رو اومدم خوندم، انواع گلها، این گزنه اینا که در اون رابطه چیز که اون زمان کشف کردم که فواید گزنه، فواید جعفری، فواید فلان، اونقدر کیف میکردم، دنیای دیگه برای من باز شد. بابا مگه فقط دنیا توی یه دوست پسر قزمیت قزمه دارم به این خانم میگم چون میشناسمش خلاصه شده، این نیست، اون یکی نیست، اونای دیگه، اصلا آدم نیست، حیوان نیست، گیاه. ما توی حیاتیم، حیات زیبا، حیات قشنگ، تو میتونی بری حتی توی اون کویری که هستی یک زیبایی هایی رو توش کشف کنی و بری بسازی. من اون عکسی که گذاشتم که منو گذاشته بودن توی تابوت ها، توی پیجم هست، همه گفتید وای چقدر وحشتناکه، دیدید دیگه، 4 ماه توی تابوتا چشم بسته فلان. با خودم گفت طوری بود که ما حتی نمیذاشتن توی قضامون استخون باشه که مبادا ما با این استخونه بازی کنیم، خودمون رو مشغول کنیم. امیدوارم هیچ کسی این همچین شرایطی براش ایجاد نشه.
ولی من تو اون شرایط با خودم گفتم خب من از این شرایط چه چیزی رو میتونم بسازم؟ دنیای انسان بسیار 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 بزرگه، قویه. اصلا همین که آدم بتونه خودش رو بشناسه، من تو اونجا یک مرحله از خودشناسی من ایجاد شد. گفتم منو که از خودم نگرفتم، چشمامو بستم، منو که از خودم نگرفتم. حالا داستانش توی این کتاب دوران زندانم هست، واقعا برید بخونید. دوران زندان منو ساخت، من توی همین سختی ها چیزایی رو پیدا کردم، مسائلی رو دیدم، خودم رو شناختم. یه اتفاقی که افتاده افتاده دیگه، وقتی میفته میفته، من چی جوری با این اتفاق کنار میام، اون خیلی مهم. دوست عزیزم که این حرف رو زدی که من خیلی سریع وابسته میشم، خب وابستگیات رو زیاد کن. من نمیگم وابسته نشو، وابسته نشو، آدم با گفتن که نمیشه، ولی من الان به این آب وابسته شدم، وقتی که میام یه چیزای دیگه ایم که ایجاد میکنم، این وابستگی تقسیم میشه. انسان اساره کائنات، اساره هستیه. شما تمام این بدن ما رو میبینید، تمام این سلول های ما، مثل در وجود روح ما، یه سریش به خاطر اون تربیت هایی که داشتیم فلج شده. مثلا یه آدمی که فوبیا داره، میترسه، یه بخش از وجودش فلج شده. وقتی فلج میشه، خب اون حرکت نمیکنه، اون زنده نیست اون قسمتش. اینو میگم که بیایید بیدار کنید، سلولهای روانتون رو زنده کنید و با تمام قسمتهای مختلف هستی ارتباط برقرار کنید. همین کسی که وابسته است، خب حالا دوستت رفته، خب رفته که رفته، میرم کلی گلکاری میکنم، میرم کلی تو اجتماعات مختلف، میرم دوستای جدید پیدا میکنم. از بس آدم ندیدیم، یه نفر رو که ببینیم وابستش میشین. بابا توی زندان آدم به شکنجهگر خودش وابسته میشه. چرا؟ چون این نکته خیلی مهمیه. یعنی چی؟ چون تنهایی، هیچ چیز رو نداری، تو حتی همون که اون بیاد سراغت برای تو نشانه زنده بودنه. اینو بهش میگن سندروم استکهلم و اینا، که تو حتی بهش وابسته میشی. پس بنابراین توی این جامعه که ما هستیم، روابط تو وسیع تر کن. بعد میبینی وابستگیات که وسیطه، خب این یکی رفت اون یکی هست، اون یکی رفت اون یکی هست، این یکی هست. وقتی هم که هست به کسی هم نگو آی من فقط با تو میمونم. با مگه میشه آقا آدم فقط با یکی بمونه؟ یکی از بچه ها نوشته من سندروم لندن دارم. اصلا برای خودتون یه آنتیکایی هستید دیگه. خوبه استکهلم میدیم برای چی سندروم استکهلم؟ یادم هم نمیاد، ولی یه ارتباطی با این شهر استکهلم داره. برید بزنید در میاد، به دانشمندی بود و فلان اینا، تو اونجا قسمت توی شهر از اونجا بوده. خودم اومدم تعریف کنم، دیدم یادم نیومد که چه. چرا زیبا؟ افرادی که در ارتباط نزدیک با تو قرار میگیرن، بعد از مدتی تو رو ترک میکنن. منم میترسم به تو نزدیکتر بشم. خیلی سوال مهمه، چون خیلی کسا از من یه تصویر میسازن. یه دفعه طرف میاد توی تلگرام، وقتی میاد تو کانال یه برخورد مستقیم با من داره، یه دفعه میاد میگه چرا زیبا اونجا که خیلی تو کلیپات مهربون تری، چرا اینجا مهربون نیستی؟ یه برخورد دیگه از من میبینه. مثلا بهش میگم خب سوال اصلی، طرف میاد روده درازی میخواد بکنه، اینجا 100 تا روده درازی یکی بکنه، من نمیبینمش که، واسه همین فکر میکنه من خیلی مهربونم. خب بعدی من رابطه واقعی عینی قرار میگیریم، یه دفعه میبینه من احساسات خودم رو سریع بیان میکنم و بعد سنگینه برای آدم ها. ماها همه تو رول داریم بازی میکنیم عزیزم. مثلا میخواد میاد مهمونی خونه من، ازش میپرسم چه مشارکتی میخوای بکنی؟ آخه من دارم مهمون میگودم. نه مهمون نداریم که، من اصلا مهمون قبول ندارم. من همه رو میگم شریک، ما با همدیگه باید همه کارا رو بکنیم. من این کارو میکنم، تو هم این کارو میکنی، تو هم این کارو میکنی، تو هم این کارو میکنی.
یعنی همون رابطه گیو اند تیک و طرفی که یاد گرفته مامانش براش همه کارا رو بکنه، یه دختر خوشگلی بوده که همه داشتن براش فدا میشدن، یه دفعه میاد اینجا میبینه که مشتری نداره. قرار نیست که دنیا برای چون تو خوشگلی ما خودمون رو فدا کنیم، یا مثلا پولداری ما برای تو تعظیم، چون تو مهندسی مثلا برای تو بگیم آی اوی. نه، هر کی که هستی، هر سنی که هستی، یه خانمی اومده بود همه اینا مادر مادر، چون روزهای ای ها یکی میمد دستشو میبوسید، یکی میمد فلان. گفتم ای چه احساساتی، من اصلا یه همچین احساساتی به این فرد ندارم. حالا چون 70 و خورده سالشه، مادر نمیدونم 10 تا بچه هست، اینم میگفتم از این سیستم هم این مادرای ما هم که استفاده میکنم. گفتم نامه همچین احترامی رو قبول ندارم. اتفاقا بعد از این مدتی همون آدم خودش هم فهمید دیگه. گفتم راست میگی، چرا اومدی خونه من؟ چرا همون کسی که دست تو میبوسه نرفتی بهش مشکلتو بگی؟ چون تو میدونی که من رابطم واقعی تره، من حرفای آنچنانی بهت نمیزنم. براش هم سنگین بود. گفتم مادر هستی که مادر به سیر پای مادرانو این کس شعرها و فلان اینا رو منم بیام احترام بذارم اینجوری نمیذارم اینا. اینی منم این هستم. توی رابطه احترام آمیز میای احترام میبینی، توی رابطه برابر میای منم چیز نمیشه که از بالا به پایین ما همینطور در خدمت شما باشیم. نه، گفتم شما من اگر ظرفا رو میشورم شما اونجا جارو میکنی. هی خودم فدا کنم آخه یه باره مادر اومد اینو بخرم اونو بخرم. گفتم نه، گفتم من در حال زندگی میکنم، در حال، و با هر کسی هم در همون آن زندگی میکنم. در همون آن من باید این رابطه یه برابر من حفظ بشه. از یه طرف دیگه یه دفعه ببینه خب اینا خب معمولا خب خیلی از خوش متشکل، طرف یه پسر مغرور فکر کرده، حالا یه هیکل فلان داره، بهمان داره، خب ما هم که دیگه به قول معروف دیگه باید دیگه با اون تتو شد نمیدونم چی و فلانه که دیگه ما دیگه باید برش لح لح بزنیم. ببینه که نه بابا از این خبران نیست. همین تصوراتی که توی ذهنش هست میاد واقعی که میشه. بعد یه دفعه میگه حالا تو فکر کردی کی هستی؟ گفتم من هم همین هستم، تو هم همون هستی. خب ما تازه داریم واقعی میشیم. از اون ورم مسئله راز نداری، طرف میاد فکر میکنه چون من استثنا میخوام براش قائل بشم. نه از من استثنایی نداریم. اینه که یه دفعه میبینه بابا 3 روز زندگی کردنم با زیبا خیلی سخته، یه روز زندگی کردنم سخته. بعد البته میرن بعد از اینکه خودشون تو همون مدتی که با من زندگی میکنن برخورد میکنن، خیلی چیزایی رو ممکنم براشون سنگین باشه، یه مدت دور میشن، بعد از یه مقطعی میبینن خیلی چیزا میشه. بهشون میگم شما اون چیزایی که از من گرفتید مثل یه مار بوا هستید که یه فیل رو خورده تا یه ماه نیاز داره که هضمش کنه. من کاری که میکنم یه کار برای دراز مدت، نیازهای جنسی آمیخته به احساس و عواطف با نیازهای جنسی بدون درگیری احساسی رو چگونه تفکیک میکنید و نظرتون در این رابطه چی؟ خب اولا که تفکیک کردنش، خب خود این فردی که سوال کرده تفکیک کردی دیگه، یعنی یه نیاز جنسیه که با عشق و عاطفه هست، یکیش هستش که بدون احساس و عاطفه و این هست. بعد میگه خب چجوری ارزش گذاری؟ به نظر من هیچ کدومو نباید بگیم این بد و اون خوبه. بعضی موقع ها من خودم هم شخصا، من البته کلن اکثر نیازهای جنسیم، یعنی روابطی که با کسایی برقرار کردم آمیخته با احساس و عواطف و اینها بود. اونا در مواقعی بوده که من خواستم باشون به عنوان یه پارتنر باشم. معلومه که احساسات، عواطف، شعور خیلی از اینها درگیره، یعنی باید هست، برای اینکه من میخوام با این فرد یه برنامه‌ریزی های بیشتر رو پیش ببرم. اما مسئله نیازهای روابط جنسی بدون درگیری احساسی هم مطرود نیست. نباید بگیم طرف فقط به نیاز جنسیش برخورد، اونم در جایگاه خودش بد نیست. فرض کنیم ما یه مثلا یه مسافرتی میرفتیم،
خب یه دوستی به اونجا آشنا بشه. ما میدونستیم که ما فقط با هم دوستای مسافرتی هستیم، فقط همین یه هفته هستیم، بعد که بریم شهرهای خودمون شاید اصلا اصلا سلام علیکم با هم نداشته باشه. ولی خب اون تو اون یه هفته ممکنه رابطه احساسی کوچیک، یه رابطه عشقی کوچولویی هم به وجود بیاد، یه رابطه جنسی هم به وجود بیاد، اشکالی نداره. برای خود منم این اتفاق افتاده. میدونستم که مثلا فرض کنید که من این فرد رو نمیبینم، ولی خب یه حسی بوده، یه لاسی بوده، یه چیزی بوده، یه ساعت خوشی رو با هم دیگه گذروندیم. حالا من بگم ما باید حتما باید هم دیگه رو ببینیم، نه از من. حالا اگر رابطه دیگه اونجا خیلی عمیق شد و پایه های کارهای دیگه رو گذاشت، خب اون موقع بستگی به خود اون رابطه داره. من خودم یه موقعی بود، یه خیلی خنده داره بهتون بگم، یه جا داشتم میرقصدم با یکی، تازه هم اومده بودم آلمان، تو وسط رقص من یه دیدم حس بوسیدن پیش اومد، منم اونو بوسیدم، اونم منو بوسید و خیلی خوشم اومد. فرداش تو همون ساختمونی که ما بودیم، یه مسافرت 3-4 روزه بود کنم، اصلا این آدم وقتی میخواست حرف بزنه انقدر بدم میومد، یعنی اصلا نمیتونستم تحملش بکنم. ولی در حین رقص و اون چیزا یه حالتی بود برای آدم به وجود اومده. من شخصا خودم یه همچین تجربه‌ای داشتم که اتفاقا بهش میگفتم تو دهنتو باز نکن، حرف نزن، فقط برقص و ببوس. ببین یه سری چیزا از مقطعیه، یک احساسی مقطعی به وجود میاد، اشکالی هم نداره. نباید ما بگیم وای طرف رو ببون، اشکالی نداره، شما به وجود اومده، اون نیاز تو رو رفع کرده، تو هم نیاز. برای من این مسئله خیلی کم پیش اومده، ولی پیش اومده. پشیمونم نیستم، ناراحتم از این مسئله نیستم، نه ارزش گذاری هم نمی کنم. در زمان خودش، در یه لحظه خودش یه ارزشی داشت. مثل اینکه من اتفاقا تو اسپانیا که رفته بودم یه غذای اسپانیایی خوردم، خیلی هم چسبید، خیلی هم خوب بود، ولی موقع یه غذایی بود برای مخصوص اون زمانی که بود خوردم دیگه، یا شاید یه بار دیگه هم دو بار دیگه از اون غذا خوردم. یا مثلا خرچنگ، من خرچنگ زیاد نخوردم ولی خوب بود دیگه، خوردیم دیگه. زیبا پس تو هم احساسی هستی. خب احساسی خیلی احساس بودی آی دیگه بمیرم برای طرف، نه اونجوری به من به وجود نیمد. انحراف جنسی از نظر شما چیه؟ ببینید انحراف جنسی این نیستش که مثلا بگیم یکی گی انحراف جنسی داره، یکی ترنس انحراف جنسی داره، بردگی جنسی داره، نمیدونم یکی شاش میخوره، یکی ان میخوره، یکی نمیدونم فلان میخوره، یکی نمیدونم اینو داره. انحراف جنسی اون جاییست از نظر من که شما در یک رابطه‌ای که قرار میگیرید که خودتون رو ارضا بکنید، این فرد فقط فکر خودشه، مثل تجاوز. شما میاید به یکی تجاوز میکنید که اون طرف نمیخواد، معلومه انحرافه، چون شما با این به یک فرد دیگه صدمه زدید و با صدمه به اون به خودت هم صدمه زدید، چون تو اینقدر فوکوس رو نیاز شخصی خودت بودی که اون فرد رو هم ندیدی و خودت و آیندت و زندگیت اینا رو هم ندیدی. این یک انحراف. اگر تو میخوای مثلا فرض کن شاش یکی رو بخوری، اونم دوست داره، اونم میخواد روی تو بشاش، خب اونم دوست داره، تو هم دوست داره، خب این کار رو بکنی. چون شاشه انحراف جنسی از طرف X، نه از نظر من نه. یا مثلا یه موقع تو بردگی جنسی طرف میگه بیا یه حالت تجاوز به من بگی، بابا طرف مقابل میخواد، خودش به شما میگه من دوست دارم با خشونت با من. من خودم یه دختری اومده بود اینجا میگفت سکس خشن رو دوست دارم. خب خودش دوست داره، به پارتنرش هم میگفت منو این کارو بکن اون کارو بکن. این انحراف جنسی نیست، چون دو طرف با همدیگه با توافق همدیگه میرن جلو. حالا آنال سکس باشه، سکس از کونس، سکس از اورال، سکس از دهن، فلان، تا موقعی که شما به یک کسی طرف مقابلت هم دوست داره تو هم دوست داری، انحراف نیست. انحراف موقعی هست که شما یک آزاری رو به بدن خودت و یا به طرف مقابل میرسونی و باعث آزار جسمی و روحی میشی. حالا آزار جسمی که مثلا این شلاقایی که مثلا میزنن در حد آستانه بدن آدم باشه که آدم بدنش بتونه تحمل بکنه و اون آدم لذت ببره، نه اینکه در دیگه جاهاش بمونه و فلان و فلان، در یه اندازه‌ای که بدنم اینو تحمل، اونم باز اشکالی نداره. طرف میگه بزن منو، آخ آخ بزن، مثل یه موقعی که مثلا میخاره بدن تو، میگه بزن چنگ، بزن چنگ، بزن آی 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 چنگ بزن،
خوشت میاد ازم. دیدی که این موقعی که میخوری یه ذره کتک قلنجمو بشکن، آی اونجوری کن اونجوری کن، نه مثلا در حد آستانه بدن هست دیگه. ما بیان بگیم آخ در این کار نکن، در دوست داره دیگه، در حد اونجوری هم نیست که بعد از اون مرحله طرف آزاری دیده باشه. اینم از من فوبیای شاش دارم. فوبیا بچه ها میدونی یعنی چی؟ یعنی ترسای زیاد. مثلا از آب میترسم، من آب زیاد میبینم مثلا دریا میترسم یا رودخونه میترسم، ولی یه موقعی هستش که این ترس تو اونقدر زیاده که فاسونگ و اون چارچوب زندگی تو رو به هم میزنه. ما همه من ممکنه از سوسک چنده شمون بشه، ولی بعضیا طوریه که اصلا جیغ میکشه نمیتونه، آی میره بالا فلان، یه کارایی میکنه که اصلا عرق میکنه، استراب میگیره، تپش قلب میگیره. اینا هستش که این یه مقدار پاتولوژیکه، یعنی یه حالتیه که باید براش یه راهحل‌های درمانی رو گذاشت. حالا این فردی که میگه شاش من از شاش فوبیا دارم، این فوبیا باید خودت هم میشاشی دیگه از من، خب مگر اینکه از شاش دیگران نسبت به شاش دیگران فوبیا داشته باشی. ولی کلن در رابطه با فوبیا درمانی که هست اینه که یه دسنزیبیلیشن، یعنی حساسیت زدایی با اون عامل فوبی، یعنی عاملی که ترس ایجاد میکنه، شما اونو به مرور زمان با تکنیکای مختلف آشتی میدید. من عاشق دو نفر همزمان هستم. چه خوب، من عاشق 10 نفر همزمان هستم. خب این که خیلی خوبه که عاشق 2 نفر همزمان بشی. امیدوارم که تعداد اینا زیاد بشه، عاشق 100 نفر همزمان بشی. این که من مشکلی نیست. تا حالا لذ کردی؟ نه، من در حد رابطه جنسی اونجوری نه، ولی در گرایشاتش به من بوده که احساس کردم که به جنس خودم هم کشش دارم، ولی در حد این که جنسی باشه نبوده، ولی در حد احساسات شدیدی بوده که خب همون میتونه بارقه هایی از گرایشات جنسی باشه. زیبا امشب خوشگل شدی. موامو کوتاه کردم. زیبا عاشق سوراخ کون هستم. اشکال نداره قسمت سوراخ کونم یه بخشی از بدنه دیگه، عاشقش چی اشکال نداره باشه. خیلی خوب میخندی، مرسی. خنده اصلا خیلی قشنگه، همیشه خنده انسان ها خوبه. نگفتی چرا زندان بودم؟ کسایی که میخوان اینو، من به خاطر ما که الان دختران انقلاب که بچه براشون چیزی پیش نمیاد، که ما گروهی بودیم مرگ بر خمینی، اون زمان شعارشو چیز کردیم و پخش کردیم و بعد برای سرنگونی رژیم داشتیم کار میکردیم که ما رو دستگیر کردن. یعنی من واقعا اعدام نشدم، اون حالا تو اینجا نوشتم که چه عواملی باعث شد که من کمتر کتک بخورم. و کتک خوردم، شلاقم خوردم، قپونی هم گز کردن و نمیدونم تعذیر و اینجور چیزا هم هست. تو اینجا نوشتم دختران انقلاب کاری نمیکنن که. زیبا خندت آدمو به خنده میاره. خب خنده میاره دیگه عزیزم، عاشقتم زیبا. مرسی عزیزم. زیبا چطور شد مؤمن شدی؟ چطور شد مؤمن شدی؟ توی این کتابام یه دونه کتاب اینه، این کتابم هست، اینو که بخونید، بیایید بخونید متوجه میشید دیگه. من دیگه نمیتونم همه رو اینجا توضیح بدم. اون کسی که پرسید میتونه بیاد از دایرکت من براش انجام. زیبا جون خوی قشنگتر از سیکس چیه؟ قشنگتر از سیکس عشقه، عشق به تمام جهان. فود فتیش بیماریه؟ من بیماری رو به شما گفتم، بیماری اون موقع هستش که هم طرف رو آزار بده هم دیگری رو آزار بده. وقتی که شما خودتون دوست دارید اونم دوست داره، خب برو پاشو بخور، هر کار هر چیزی که میخوای انجام بدی انجام. ممنونم.